جبهه مقاومت بیش از 100 هزار نیروی امنیتی پیشین با ما در تماس می باشند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خبرگزاری رها در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: منابع از جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود به خبرگزاری رها می گویند که بیش از 100 هزار تن از نیروهای دفاعی و امنیتی نظام پیشین با این جبهه در تماس می باشند. این منابع می گویند که جبهه مقاومت اما تا چند ماه گذشته سرگرم ساختارسازی سیاسی خود بوده است تا در صورت هر گونه مذاکرات موفق یا ناموفق با امارت اسلامی پیشنهاد مشخص خود را برای ارائه ساختار نظام سیاسی در افغانستان داشته باشد. گرچه سران این جبهه پس از دیدار اسماعیل خان با نمایندگان امارت اسلامی در تهران و یا نشست پنهانی آنها در مسکو اعلام کردند که گفتگوها با طالبان بی نتیجه است و عملا فراخوان جنگ دادند، منابع از این جبهه می گویند که ساختار سیاسی پیشنهادی احمد مسعود به عنوان رهبری این جبهه نظام فدرالی با شباهت به مانند آنچه در سوئیس حاکم است می باشد. همچنین این منابع از داخل جبهه مقاومت تایید کردند که این جبهه با شمار زیادی از نیروهای دفاعی و امنیتی نظام پیشین که پس از سقوط دولت در بلا تکلیفی به سر می‌برند و از سوی امارت اسلامی نیز موفق به جذب آنها نشده در تماس می‌باشد. این منابع می‌گویند که همینک با بیش از 100 هزار نیروی دفاعی و امنیتی پیشین در تماس می باشند و آنها نیز اعلام آمادگی همکاری با جبهه مقاومت کردند. از جمله دلایلی که امارت اسلامی در جذب نیروهای امنیتی نظام پیشین ناموفق بوده این است که با توجه به گزارش اخیر سازمان ملل مبنی بر قتل و یا ناپدید شدن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی نظام پیشین، کمتر سرباز جرأت اعتماد برای پیوستن به صفوف امارت اسلامی را می کند. همچنین بر اساس گزارش های بسیار، شمار زیادی از زندانیان در زندانهای امارت اسلامی را نظامیان پیشین تشکیل می دهند. اسکای نیوز در گزارش تازه از زندان ولایت هرات عنوان کرده است که شمار زیادی از زندانیان محبوس شده نظامیان دولت پیشین می باشند. با تشکر از این که تا آخرین ویدیو با ما بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.